حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماست. آقایی، به نظر شما این یک تنش عادی دیپلماتیک هست یا آنچه که داریم میبینیم سر کوه یخیه که ممکنه خیلی بزرگتر از اینها باشه؟ بدون اغراق اگر بگم میشه گفتش که این بزرگترین بحران دیپلماتیک در روابط ایران و جمهوری آذربایجان هستش. البته این روابط پرفراز و نشیب بوده، ولی این بزرگترین بحران دیپلماتیک هستش. بحرانی هستش که به باور من این پتانسیل رو داره که تبدیل بشه به یک نوعی از درگیری منطقه‌ای. این احتمال فعلا کم هستش، ولی خب ممکن هم هست بره به یه سمتی که قطع روابط دیپلماتیک رو شاید باشیم یا حتی کاهش روابط دیپلماتیک رو. خیلی چیزها به باور من بستگی به این داره که چقدر جمهوری آذربایجان روی مواضع خودش پافشاری بکنه، دو طرف یعنی هم ایران و هم جمهوری آذربایجان چجوری به هم دیگه پاسخ بدن. اگر این وضعیت بخواد اینجوری ادامه پیدا بکنه، گام‌هایی برای اعتماد سازی بین دو طرف برداشته نشه، من فکر می‌کنم وضعیت تو رابطه ایران و جمهوری آذربایجان وضعیت بدی خواهد شد. و خب به نظر میرسه که فضای فعلا که داریم صحبت می‌کنیم، فضای بی‌اعتمادی و بدبینی تو روابط تهران و باکو حکم فرما هستش. حالا به خاطر همین حمله که به سفارت انجام شد، که البته این فقط یک نتیجه یک سری از سلسله اتفاقات و تحولاتی هستش که در رابطه جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی رخ داد، و الان به نظر میاد دو طرف فقط دارن تو یک سیکلی از اقدامات تلافی جویانه و مقابله به مصر با هم دیگه تعامل میکنن. شاید ترکیه من فکر میکنم بیاد یه میانجیگری انجام بده، ولی خب هنوز همه چیز مشخص نیست و فعلا فضای پرتنش رو شاهد هستیم. به نظرتون جرقه این افزایش تنش‌ها از کجا خورده شد؟ ببینید، من فکر میکنم جرقه این تنش برمیگرده به همون جنگ 44 روزه قره‌باغ سپتامبر 2020. اون در نتیجه اون جنگ یک واقعیت ژئوپلیتیکی تو منطقه قفقاز به وجود اومد که در نتیجه اون جمهوری اسلامی تو موضع ضعف قرار گرفت. محور ترکیه، جمهوری آذربایجان و اسرائیل تونست اونجا پیروز بشه. بدبینی‌های جمهوری اسلامی بیشتر شده، پارانویا پیدا کرد نسبت به جمهوری آذربایجان. بعد گفتم اینها تو یک سیکلی از اقدامات در واقع مقابله به مصر با هم دیگه روی آوردن. البته این بدبینی جمهوری اسلامی به خاطر تقویت روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بیشتر شد. بنی گانتس وزیر دفاع اسبق اسرائیل اکتبر گذشته بود که به باکو سفر کرد و اونجا یک توافقنامه امنیتی نظامی با جمهوری آذربایجان امضا کرد. همون ماه اکتبر جمهوری اسلامی یک رزمایش بزرگ نظامی را انجام داد تو مجاورت رود ارس. نوامبر ترکیه، جمهوری آذربایجان خودش اومد یک رزمایش نظامی رو توی مرز جمهوری اسلامی، مرز ایران و جمهوری آذربایجان انجام داد. یک ماه بعدش ترکیه هم یک رزمایش مشترکی رو با جمهوری آذربایجان انجام داد. اینها در واقع به صورت اقدامات مقابله به مصر انجام شد. گروهای شبکه‌های جاسوسی رو جمهوری آذربایجان که مرتبط با مثلا گروه حسینیون بودن، یک گروه شیعه، اینها رو دستگیر کردن و الان ما رسیدیم به این مرحله. ولی من یک نکته رو می‌خوام بگم، این خیزش انقلابی مردم ایران هم تأثیر داشته تو روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی، از این منظر که وقتی که حمله به شاه چراغ رخ داد تو اوایل نوامبر، ایران رهبر این در واقع این عملیات یا عملیات فریب یا حمله رو ربط داد به یک تبعه جمهوری آذربایجان. و بعد آقای الهام علیف اومد گفتش که ما اون زمانی که در واقع کشتارا تو کف خیابان اوج گرفته بود، آقای الهام علیف اومد گفت ما نسبت به آذربایجانی‌های مقیم ایران نسبت به اینها در واقع احساس وظیفه می‌کنیم که اونها ما منافع اونها رو در واقع در نظر می‌گیریم. همه اینا باعث شد که در واقع ما به این کلاف سردرگم برسیم و الان تو این مرحله هستیم که من فکر می‌کنم این بزرگترین بحران دیپلماتیک تو روابط جمهوری آذربایجان و ایران هستش. اگر میانجیگری رخ نده به نظر من وضعیت بدتر خواهد شد. جمهوری آذربایجان نسبتاً در مقایسه با کشورهای همسایه ایران هم از نظر جغرافی کشور کوچکی هست، هم نه مثل ترکیه عضو ناتو هست، نه مثل عربستان سعودی انباری پر از تسلیحات نظامی داره. فکر می‌کنید چقدر قمار هست برای این جمهوری؟ ببینید، یه نکته که اینجا وجود داره این هستش که الان جمهوری اسلامی تو موقعیت ضعف هستش. درسته جمهوری آذربایجان عضو ناتو نیست، ولی اینها در به عهده نظامی هم رابطه خوبی با اسرائیل دارن و هم نوع اینتگریشن ادغام نیروهای نظامی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان رو ما شاهد هستیم. من فکر میکنم اتفاقا جمهوری اسلامی گزینه‌های زیادی روی میز نداره. چرا؟ به این خاطر که اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد یک تنش و درگیری منطقه‌ای با جمهوری آذربایجان بشه،
اون موقع ممکنه که ترکیه رو از دست بده، چون جمهوری اسلامی الان توی انزوای بین‌المللی هستش، اگه ترکیه رو هم بخواد از دست بده وضع برای تهران بد خواهد شد. ولی در این حال ممکنه قماری که جمهوری اسلامی بکنه هستش که بخواد در اگر به سمت درگیری بریم بخواد از می‌بینید آقایی که داریم به اون سمت میریم یا فقط تنش خیلی بالاست؟ من فکر میکنم که 50-50 میبینم. فکر میکنم شاید ترکی بیاد، من فکر میکنم جدی هستش این در واقع این تنش، شاید میانجیگری بکنه ترکیه که تنش ها بخوابه، شاید یک اقداماتی دو طرف انجام بدن که اعتماد سازی بکنه، ولی این پتانسیل برای در واقع افزایش تنش ها به نظر من جدی هست. شاید تهران بخواد که از این طریق افکار عمومی رو در داخل ایران نسبت به اون خیزش انقلابی مردم ایران منحرف بکنه. از اون طرف هم جمهوری آذربایجان چون میبینه که ایران تو موقعیت ضعف هست، یعنی جمهوری اسلامی تو انزوای بین المللی هست، بخواد انقدر فشار بیاره به تهران که امتیازاتی رو حالا توی اون ابعاد ژئوپلیتیکی تو آره منطقه غربی اینا بتونه از تهران بگیره. بنابراین فکر میکنم که فعلا این تنش رو توی این مسیر ما داریم تا ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی من فکر میکنم واقعا این تنش بین جمهوری آذربایجان و ایران واقعا جدی هست. ممنونم. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه.